یاد کنیم از مرحوم آقای نجومی رضوان الله علیه، عالم فاضل، درس خونده، زحمت کشیده، در این حال یک قله هنری، حقیقتا یک هنرمند. من یکی از سفرهایی که کرمانشاه آمدم بعد از انقلاب، قبل از دوره ریاست جمهوری، رفتم منزل ایشون، کارهای هنریش رو دیدم از نزدیک. بعدم برای من ایشون فرستاده بود بعد از رحلت امام. من از ایشون درخواست کردم این حدیث شریف رو که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، گفتم اینو برای من بنویسید جلو چشم من باشه. فراموش نکنیم وظیفه تعلیم خودمون رو. نوشتن ایشون با یه خط بسیار زیبایی تابلو کردم، من تو اتاق جلو چشم منه، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اگر این تعلیم انجام گرفت، تعلیم غیر آسان خواهد شد. مشکل کار ما اینه عزیزان من، برادران من، فرزندان من، جوانان، طلاب دختر و پسر، اگر میخواهید مثل بوته گلی عطر شما فضا رو معطر بکنه، اگر میخواهید معنویت مثل چشمه ای از شما سرازیر بشه و بدون اجبار، بدون اکراه، تشنگان بنوشند و به سوی او بشتابند، راهش اینه، فلیبدأ به تعلیم نفسه. به تربیت بیندیشید به قدر تعلیم یا شاید بیش از تعلیم. تربیت یزکیهم، جز در یک جا در قرآن که یعلمهم جلوتر از یزکیهمه، همه جا یزکیهم تزکیه مقدم است بر تعلیم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این نشون دهنده اینه شاید که تزکیه جایگاه برتری داره. تزکیه کنید مخاطبان خودتون را، تربیت کنید. این تربیت هم همونطور که عرض کردیم، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ، سخت، فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، سخت. این کار سختم باید انجام داد. این کار سختم باید انجام داد.